بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. سید رضا هاشمیان هستم و با یکی دیگه از آموزش های فرادرس در خدمت شما خواهم. تو این فیلم آموزشی ما میخواییم نحوه مدیریت سایتمون و فایل هاش رو با استفاده از سیپنل ببینیم و ببینیم که چطور میتونیم هاستی که تهیه کردیم رو با استفاده از سیپنل مدیریت کنیم. داخل وبسایت مطلب سایت راهنمایی در مورد نحوه خریداری هاست تهیه شده که با استفاده از این راهنما شما میتونید نحوه خرید یک هاست و همینطور دامنه رو بررسی کنید. وقتی شما هاستی رو خریداری میکنید، خب بهتون اطلاع داده میشه که هاستی که خریداری کردید سی پنل هست یا دایرکت ادمین. تفاوت بین سی پنل و دایرکت ادمین این هستش که سی پنل رابطه گرافیکی بهتری داره، سرعت بیشتری داره و همینطور امکانات بیشتری در اختیار کاربر قرار میده. حالا ما یک هاست سی پنل رو از قبل تهیه و خریداری کردیم. برای دسترسی به صفحه ورود اون هاستمون باید به چه صورت عمل کنیم؟ کافیه تا داخل نوار آدرس مرورگر آدرس سایتتون رو وارد کنید و در انتهای دو نقطه 2082 رو وارد و اینتر بزنید. 2082 شما رو به صفحه ورود سی پنل هدایت میکنه. داخل کادر اول نام کاربریتون رو وارد میکنید که من نام کاربریم رو وارد کردم و داخل کادر دوم رمز عبورتون رو. همونطور که مشاهده میکنید من الان وارد محیط سی پنل شدم و میتونم تمامی امکانات و ابزارهایی که در اختیار من هست رو مشاهده کنم. در ستون کناری اطلاعاتی در مورد امکانات سی پنل هم میتونم مشاهده کنم، اینکه چه دامنه‌ای به هاستم متصل شده، مسیر قرار گرفتن اطلاعات من روی سرور اصلی چی هستش، آخرین آی پی که به سی پنل متصل شده، میزان فضای من، میزان پهنای باندی که من در اختیار دارم و چه حجمی ازش استفاده شده، تعداد اکانت های ایمیل، تعداد زیردامنه ها، تعداد دامنه های پارک شده، تعداد دامنه های اضافه شده و همینطور امکانات دیگه. میتونم همه رو به صورت کامل اینجا مشاهده کنم و یک جنبندی کلی در مورد امکانات هم داشته باشم. حالا خود امکانات سی پنل من توی چند تا گروه خلاصه میشن. توجه داشته باشید تمامی امکاناتی که مرتبط با هم هستن داخل یک گروه هم. به فرض داخل گروه میل تمامی امکانات مربوط به ساخت ایمیل، ارسال و دریافت ایمیل و امکانات دیگه که مربوط به ایمیل هست قرار گرفته. داخل قسمت فایلز امکانات مربوط به مدیریت فایل ها و تهیه بکاپ و اکانت های FTP. داخل قسمت لاگز امکانات مربوط به گرفتن آمار و همینطور لاگ ها و فایل های بررسی تهیه شده از هاست. داخل قسمت سیکوریتی ابزارهای امنیتی و داخل قسمت دامین ابزارهای مربوط به دامنه، اینکه من زیر دامنه تعریف کنم یا یه دامنه رو روی هاستم پارک کنم اصطلاحاً. داخل قسمت دیتابیس ابزارهای مربوط به مدیریت پایگاه داده ها قرار گرفته و داخل قسمت سافتور اند سرویسز ابزارها و سرویس های دیگه که در اختیار من قرار میگیرم برای مدیریت هاست و راه اندازی سایت رو میتونم مشاهده کنم. داخل قسمت ادوانس هم تنظیمات پیشرفته تری رو در مورد قسمت های مختلف میتونم داشته باشم. خب از قسمت ابتدایی شروع میکنیم. وقتی شما هاست رو تهیه میکنید به صورت پیش‌فرض هاست شما خالی هست و هیچ فایلی داخلش نیست، یعنی اگه اون دامنه به هاست متصل شده باشه و فراخوانی کنید دامنه رو، یعنی دامنتون رو وارد و اینتر بزنید، یه همچین پیغامی رو مشاهده میکنید، ایندکس آف یه اسلش. این به این معنا هستش که داره هاست و پوشه اصلی هاست من رو نمایش میده و در حال حاضر هیچ فایلی داخلش نیستش. اصلی ترین امکان و اصلی ترین استفاده ما از هاست این هستش که ما اطلاعات خودمون رو روی هاست بریزیم. این اطلاعات ما صفحات وبسایت ما هستش و بتونیم سایت خودمون رو راه اندازی کنیم. حالا در کنار اینها من میتونم بیام ایمیل راه اندازی کنم یا عرضم به حضور شما زیر دامنه تعریف کنم، ولی اصلی ترین دلیل استفاده ما از هاست این هستش که صفحات وبسایت خودمون رو داخل هاست قرار بدیم و بتونیم سایت خودمون رو راه اندازی کنیم. برای اینکه فایل ها رو مدیریت کنیم از قسمت فایلز گزینه داریم با نام فایل منیجر. در کنار فایل منیجر لگیسی فایل منیجر رو داریم که نسخه قبلی فایل منیجری هستش که داخل سی پنل قرار گرفته بود. الان این نسخه قبلی هستش و این نسخه جدید فایل منیجری هستش که ارائه شده.
همطور که مشاهده میکنید رابط کاربری بهتری داره و همینطور امکانات بیشتری رو نسبت به نسخه قبلی در اختیار من قرار میده. پس من از Legacy File Manager استفاده نمی کنم و مستقیم میرم به بررسی نحوه کار با فایل منیجر جدیدی که داخل cPanel قرار گرفته. وقتی شما روی فایل منیجر کلیک میکنید ازتون میپرسه که به کجا میخواید متصل بشید. به شاخه اصلی، به شاخه پابلیک HTML که توجه داشته باشید اطلاعاتی که داخل پوشه پابلیک HTML هستند به کاربر نمایش داده میشه. یعنی هر اطلاعاتی داخل پوشه پابلیک HTML قرار بدید به عنوان صفحات وبسایت شما به کاربر نمایش داده میشه. پوشه پابلیک FTP مربوط به FTP و آپلود از طریق نرم افزارهای دیگه هستش و همینطور داکیومنت روت هستش که مشخص میکنید به کدوم مسیر مستقیم اتصال پیدا کنه. من میگم مستقیم به وب روت متصل بشه و در کنارش میگم فایل هایی که با پسوند دات هستن، یعنی دات فایلز حساب میشن، رو به من نمایش بده. روی گو کلیک میکنم. همونطور که مشاهده میکنید فایل منیجر رو داره به من نمایش میده. اگه در این کنار توجه کنید پابلیک HTML رو دارم. پابلیک HTML همون پوشه اصلی وبسایت من هستش. اگه من بیام داخل پابلیک HTML یه پوشه جدید ایجاد کنم با نام فرادرس و کرییت نیو فولدر رو بزنم، الان پوشه اینجا ایجاد شد. بیام یک بار سایت رو بارگذاری کنم، همونطور که مشاهده می‌کنید این پوشه اینجا ایجاد شد. وقتی روش کلیک می‌کنم وارد این پوشه میشه. یا بیام یک فایل جدید ایجاد کنم با استفاده از نیو فایل، فایلات خالی حساب میشه، ولی بگم download.zip create a new file رو بزنم، الان فایل اینجا ایجاد شد. درست حجمش 0 بایته اما فایل ایجاد شده، همین فایلی که اینجا مشاهده میکنیم. و اگه بیام یک فایل html درست کنم به فرض index.html، این فایل به من نمایش داده میشه. پس پوشه اصلی که من فایل هام رو باید داخلش قرار بدم تا کاربران بتونن به عنوان وبسایت من اونها رو مشاهده کنن، پوشه پابلیک HTML هستش. امکاناتی که در اختیار ما قرار میده امکانات مناسبی هستش. با استفاده از گزینه نیو فایل شما میتونید بیاید و یک فایل جدید ایجاد کنید. با استفاده از گزینه نیو فولدر هم میتونم بیام و یک پوشه جدید ایجاد کنم. و فرض من یک پوشه با نام کافی درست میکنم و یک پوشه هم با نام فرادرس. حالا اگه شاخه اصلی وبسایت رو مجدد بارگذاری کنم، پوشه‌ای که ساختم رو میتونم مشاهده کنم. یک پوشه با نام کپی و یک پوشه با نام فرادرس. حالا میخوام از این فرادرس یه کپی تهیه کنم داخل پوشه کپی. کافیه تا فایل یا پوشه مورد نظر رو انتخاب کنید، گزینه کپی رو از این بالا انتخاب کنید و مسیری که قرار کپی ازش تهیه بشه رو براش مشخص کنید. به فرض من میگم این پوشه داخل این مسیر، داخل پوشه کپی، داخل پوشه پابلیک HTML هم یه پوشه هست با نام کپی، داخل پوشه کپی این کپی رو ازش تهیه کن. روی گزینه کپی فایلز کلیک میکنم و به پوشه کپی میرم. همونطور که مشاهده میکنید کپی رو تهیه کرده و داخل اینجا هستش. حالا میخوام موو کنم یا این پوشه رو از اینجا دیلیت کنم. با گزینه آپ وان لول میتونید یک مرحله برید بالاتر. این پوشه رو انتخاب و موو فایل رو میزنم. موو فایل رو میزنم، میگم داخل پوشه کپی این کار رو انجام بده، انتقالش بده به داخل پوشه کپی. حالا داخل پوشه کپی برم، همونطور که مشاهده میکنید الان اینجا هستش. در صورتی هم که فایلی رو ایجاد کرده باشید، الان من اینجا یه فایل دارم به فرض مثال download.zip. الان من این فایل رو میخوام دانلود کنم. کافیه تا انتخابش کنم و از منوی بالا گزینه دانلود رو انتخاب کنم. در صورتی هم که بخواید فایل جدیدی آپلود کنید از گزینه آپلود میتونید استفاده کنید. با استفاده از گزینه آپلود شما میتونید فایل های خودتون رو روی هاستتون آپلود کنید و قرار بدید. به طور مثال الان من میخوام بیام و یک سیستم مدیریت محتوا رو برای نصب و پیکربندی اینجا آپلود کنم. برای این کار روی براز کلیک میکنم و به مسیری که فایلم قرار داره میرم اون رو انتخاب و روی اوپن کلیک میکنم. شروع میکنه به آپلود کردن و انتقال اون فایل روی هاست. خب الان بارگذاری همون
آپلودش به اتمام رسید، کافیه تا روی این لینکی که این وسط هست کلیک کنم، برمیگرده به همون صفحه. الان توجه کنید فایل آپلود شده، حجمش هم هست. من این دوتا فایل دیگر رو انتخاب و دیلیت میکنم. خب الان فایل آپلود شده، من میخوام این رو از حالت فشرده خارجش کنم. فایل رو انتخاب میکنم، دو تا گزینه اینجا برای من فعال میشه، اکسترکت و کامپرس. با استفاده از گزینه اکسترکت میتونم فایل رو از حالت فشرده خارج کنم که الان به من پیغام میده تمام فایل ها از حالت فشرده خارج شدن و در دسترس داخل این پوشه، و اگه مجدد انتخابش کنم با استفاده از گزینه کامپرس میتونم اینو فشردهش کنم. پسوندش رو هم میتونم مشخص کنم، پسوندش زیپ باشه، دات تار باشه. خب زیپ رو انتخاب و میگم برای من فشردهش کن. و من پیغام میده که این فایل ها داخل فایل فشرده اضافه شدن و فایل فشرده من الان این هستش. حالا یه چیزی رو توجه داشته باشید. الان من بیام صفحه اصلی وبسایت خودم رو مجدد بارگذاری کنم. همونطور که مشاهده میکنید فایل های وبسایت من داخل پوشه وردپرس هستش. من الان میخوام سیستم وردپرس رو نصب کنم. سیستم وردپرس یه سیستمی هستش که من امکان راه اندازی انواع وبسایت رو میده. در واقع میشه گفت یه نرم افزار تحت وب هستش که به صورت متن باز و رایگان در اختیار کاربرا قرار میگیره. اگه بخواید دانلودش کنید نسخه فارسیش رو به وبسایت wppersian.com میتونید مراجعه کنید و از طریق این وبسایت آخرین نسخه وردپرس رو به زبان فارسی ترجمه شده و راستچین شده رو دریافت کنید. خب الان اگه من وارد پوشه وردپرس بشم، صفحه نصبش رو به من نمایش میده. من میخوام وقتی وارد آدرس اصلی میشم این صفحه به من نمایش داده بشه، نه وارد پوشه وردپرس شدن. بعد چیکار باید بکنم؟ بعد فایل ها رو از داخل پوشه وردپرس انتخاب کنم، یعنی فایل اول رو انتخاب، شیفت رو نگه میدارم، فایل آخر کلیک میکنم، کلشون انتخاب میشه. یه موو فایل کلیک میکنم، مسیر رو براش مشخص میکنم، میگم تو پوشه پابلیک HTML این کار رو انجام بده. آره یه موو فایل کلیک میکنم، شروع میکنه به انتقال تمامی این فایل ها به داخل پوشه پابلیک HTML. الان اگه توجه کنید تمامی فایل ها رو اومد انتقال داد. من این فایل فشرده و همینطور این فایل رو انتخاب و دیلیت میکنم. خب الان به این صورت دارید مشاهده میکنید تمامی فایل های مورد نیاز. چند تا امکان دیگه که این فایل منیجر در اختیار من قرار میده، امکان رینیم هستش. با استفاده از گزینه رینیم من میتونم بیام و اون فایل خودم رو رینیمش کنم. اما من بیام یه کرییت نیو فولدر بزنم، بذارم فرادرس. الان این پوشه هم انتخاب و رینیم رو میزنم. میتونم اسمش رو ویرایش کنم و تغییر نام بدمش، یا با استفاده از گزینه Change Permission مجوز دسترسی براش مشخص کنم. بگم که کاربرا بتونن مجوزهایی که دارن بخونن، بنویسن و همینطور اجراش کنن. مجوزها رو بعد از تغییر دادن اینجا میتونید مشاهده کنید. و در پایان روی Change Permission کلیک میکنم. خب بعد از حالا این گزینه، سه تا گزینه دیگه داریم: Edit، Code Editor و HTML Editor. حالا من این رو انتخاب و ادیت رو میزنم. به من پنجره تکست ادیتور رو نمایش میده و وقتی روی ادیت کلیک کنم یه همچین حالتی رو به من نمایش میده. یه ادیتور ساده است که مثل نوتپد از هیچ قواعد یا دستور خاصی پشتیبانی نمیکنه. حالا اینو با کد ادیتور بیام چیزش کنم، اجراش کنم. همونطور که ترجمه میکنید الان به من داره دستورات رو نشون میده و من میدونم چه خطهای دستور هستن و قابل اجرا و چه خطهایی در صورت غیر قابل اجرا. داخل زبان PHP هر متنی که داخل این بلاک باز بشه و داخل این بلاک بسته بشه و ما بینش هر متن نوشته بشه به عنوان متن راهنما در نظر گرفته میشه و اجرا نمیشه. اما اینجا فقط همه رو به یک رنگ داره نشون میده و تشخیص متنها و دستورات از هم سخت میشه. HTML Editor هم برای کار با فایل های HTML هست. وقتی فایل HTMLی رو انتخاب میکنید و HTML Editor رو روش کلیک میکنید، میتونید مشخص کنید که آیا مایل هستید فایل رو ادیت کنید یا نه. همونطور که مشاهده میکنید الان این صفحه در اختیار من قرار گرفته و با استفاده از این ابزارهایی که من این بالا دارم میتونم بیام و این فایل رو ویرایش یا ادیت کنم.
همونطور که مشاهده میکنید دستورات و ابزارهای متفاوتی برای ویرایش اون فایل در نظر گرفته شدن که خیلی مناسب هست برای کار و به من خیلی کمک میکنه نسبت به حالت کد ادیتور، چرا که اینجا باید کد رو خط به خط بنویسم، اما اینجا با یه حالت رابط کاربری جذابتری و با استفاده از کلیک هایی که اینجا هست و با استفاده از گزینه هایی که هست میتونم اون کد HTML خودم رو تو پس زمینه ایجاد کنم. خب اینها رو من میبند. الان من میخوام بیام و این رو نصبش کنم، یعنی وردپرس رو میخوام بیام نصبش کنم. برای نصب وردپرس خب من مسیر سایت خودم رو وارد میکنم. همونطور که مشاهده میکنید دیگه از پوشه وردپرس نیومده اون فایل ها رو برای من بخونه، مستقیم داره از پوشه پابلیک HTML دستورات رو برای من فراخوانی میکنه. برای نصب هر سایت پویایی ما احتیاج به پایگاه داده داریم. چرا پایگاه داده؟ با استفاده از پایگاه داده شما میتونید اطلاعات مورد نیاز وبسایتتون رو داخل پایگاه داده ذخیره کنید. شما اینطور در نظر بگیرید که یه سایتی رو به صورت کامل با HTML راه اندازی کردید. هر دفعه که بخواید یک مطلب جدیدی رو منتشر کنید، چون صفحات ثابت هستن و اصطلاحاً بهشون میگن صفحات استاتیک، نمیشه کاری کرد. چرا؟ چون الان شما در نظر بگیرید 100 صفحه داره وبسایتتون، حالا میخواید یه صفحه جدید اضافه کنید. بعد لینک این صفحه جدید رو توی تمامی اون 100 صفحه ایجاد کنید که خیلی زمان بر هست. ولی سایت های پویا اینطور نیستن، شما یک جا تغییرات رو میدید چون خودشون به صورت داینامیک برنامه نویسی شدن و طوری برنامه نویسی شدن که خودشون کارها رو انجام بدن، شما فقط کار یک انتشار رو انجام میدید، اما خودش تو پس زمینه میاد تمام کارهای مربوط رو انجام میده و در دفعات بعدی کار شما راحت تر هستش. حالا این اطلاعاتی که سایت های پویا یا سیستم های مدیریت محتوا مثل وردپرس، مثل جوملا ذخیره میکنن داخل پایگاه داده ذخیره میشه و هر وقت که احتیاج باشه از پایگاه داده میخونن اون اطلاعات رو و در قالبی که براش مشخص شده به کاربر نمایش میده. خب برای ایجاد پایگاه داده بعد از قسمت دیتابیس گزینه MySQL دیتابیس رو من انتخاب کنم تا بتونم پایگاه داده جدیدی رو ایجاد کنم. همونطور که مشاهده می‌کنید یه همچین محیطی داره قسمت MySQL دیتابیس که داخل کادر اول بعد اسم پایگاه داده که می‌خواید ایجاد کنید رو وارد کنید. الان من اسم پایگاه دادم رو وارد می‌کنم، یک گزینه Create Database کلیک می‌کنم تا بتونه این پایگاه داده رو برای من ایجاد کنه. الان به من پیغام میده که پایگاه داده رو ایجاد کرده و همونطور که مشاهده میکنید الان این پایگاه داده ایجاد شده و مقدار فضایی که اشغال کرده 0 مگابایت هست، چون خالی هست و هیچ جدول و یا هر تا یک رکورد داخلش قرار نگرفته. میتونم رینیمش کنم یا دیلیتش کنم. بعد اگه این که بتونیم داخل پایگاه داده تغییراتی رو ایجاد کنیم، باید یک حساب کاربری داخل اون پایگاه داده داشته باشه. من حساب کاربری رو وارد و رمز عبور رو بعد یک بار در این کادر وارد کنم و مجدد در کادر دوم تکرار کنم. خیلی ضعیف میشه رمزهای عبوری که من تولید میکنم، به خاطر همین از گزینه پسورد جنریتور استفاده میکنم که خودش میاد یک رمز عبور با امنیت بالا برای من به صورت تصادفی ایجاد میکنه. الان توجه کنید از گزینه یوز پسورد میخوام استفاده کنم، امکانش نیست. چرا؟ چون بعد این رمز رو من کپی کنم، تیک این گزینه رو بذارم که این رمز کپی شده. یوز پسورد رو میذارم. همونطور که مشاهده میکنید الان میذاره و کیفیت رمز رو 100%، یعنی 100 از 100 میذاره که باعث میشه من مطمئن شم که امنیتش خیلی بالاست. حالا کریت یوزر رو میزنم. به من پیغام میده که حساب کاربری که براش مشخص کرده بودم ایجاد شده. یه گوبک کلیک میکنم تا برگرده به صفحه قبلی. حالا باید براش مشخص کنم که این حساب کاربری که ایجاد کردم بتونه داخل این پایگاه داده تغییراتی رو اعمال کنه و اطلاعات رو ویرایش و دستکاری کنه. برای این کار باید از قسمت Add User to Database این کار رو انجام بدم. نام کاربری رو انتخاب میکنم. پایگاه داده که میخوام این حساب کاربری داخلش مجوز انجام امور رو داشته باشه انتخاب میکنم و روی Add کلیک میکنم. توی این قسمت از من میخواد که مجوزهایی که این حساب کاربری باید داخل اون پایگاه داده داشته باشه رو براش مشخص کنم. خب من روی گزینه All Privilege کلیک میکنم تا مجوز تمامی انجام این کارها رو داشته باشه و بتونه تمام این کارها رو داخل اون پایگاه داده انجام بده. روی گزینه Make Change کلیک میکنم و به من پیغام میده که تمامی مجوزها داخل این پایگاه داده به این حساب کاربری داده شد. روی Go Back کلیک میکنم.
الان اگه اینجا هم توجه کنید، اسم پایگاه داده رو که میاره، حساب کاربری که داخل این پایگاه داده مجوز اعمال تغییرات رو داره هم میتونم مشاهده کنم. خب همونطور که گفتیم داخل قسمت users علاوه بر ایجاد میتونیم set password کنیم، یعنی پسوردش رو من الان فراموش کردم، پسوردی که مشخص کرده بودم رو فراموش کردم، به چه صورت میتونم پسورد رو تغییر بدم؟ مجدد وارد همون قسمت میشم، با استفاده از پسورد جنریتور میتونم پسورد رو مجدد تولید، کپی، که چین گزینه رو بذارم و use password رو بزنم. اون گزینه که ما تیکش رو میذاریم به این معنا هستش که به نرم افزار داریم اعلام میکنیم که این پسورد رو ما کپی کردیم و داخل یک مسیر امنی قرارش دادیم. روی گزینه چنج پسورد کلیک میکنم تا این رمز عبور تولید شده ذخیره بشه. روی اوکی کلیک میکنم. خب حالا وارد صفحه نصب وردپرس میشم. بزن بریم رو میزنم من. رمز عبور رو اینجا وارد میکنم. نام کاربری و همینطور نام پایگاه داده. توجه داشته باشید لوکال هاست به معنای هاست محلی هستش. الان چون پایگاه داده ای من روی همین هاست من داره نصب میشه، من لوکال هاست رو میذارم. اما اگه شما بخواید پایگاه دادهتون از روی یک هاست دیگه باشه، باید آدرس اون پایگاه داده و سرور پایگاه داده اون هاست رو وارد کنید و کارش رو انجام بدید. پس این رو هم در نظر داشته باشید. اگه بخواید روی لوکال هاست نصب کنید، یعنی روی همین هاستی که دارید، بعد از لوکال هاست استفاده کنید. اما اگه بخواید روی هاست دیگه ای نصب کنید، باید آدرس سرور پایگاه داده MySQL اون هاست رو داشته باشید. روی بفرست کلیک میکنم و روی اجرای نصب کلیک میکنم. توی این قسمت عنوان سایت رو وارد میکنم، فرادرس شناسه ادمین. خودش رمز تصادفی تولید کرده. من کلا کار با سیستم مدیریت محتوای وردپرس ندارم، فقط میخوام این کار با سی پنل رو با هم یاد بگیریم. برای نصب وردپرس کلیک میکنم. خب الان به صورت کامل نصب شد و کار با دیگه قسمت های بعدی نداریم. ما الان یاد گرفتیم چطور بیایم یک پایگاه داده ایجاد کنیم و با استفاده از امکانی که داریم بیایم و یک سیستم مثل وردپرس یا جوملا روی سیپنل نصب کنیم. جوملا هم به همین روال هستش نصب. شما فایل فشرده رو آپلود میکنید، از حالت فشرده سازی خارجش میکنید و داخل دایرکتوری اصلی یا پابلیک HTML قرار میدید تمام فایل ها و پوشه هاش رو و روال نصبش رو طی میکنید و برای پایگاه داده هم مجدد داخل قسمت MySQL دیتابیس پایگاه دادهش رو ایجاد میکنه و کار اتصال رو انجام میده. توی قسمت هام کلیک میکنم من تا برگردم به اون صفحه اصلی خودم. پس کار با فایل منیجر رو هم اینجا یاد گرفتیم. توی این قسمت هم میتونید به بخش های مختلف فایل منیجر دسترسی داشته باشید. الان پوشه اصلی سایت من داخل سرور این پوشه هستش و خب داخل هر کدومش یه سری اطلاعات مختلف قرار داره. مثلا فایل هایی که دیلیت میکنم داخل پوشه ترش قرار میگیره، یا فایل های کش شدم، یا اطلاعات مربوط به میل هم داخل پوشه میل قرار میگیره. به این صورت امکان مدیریت فایل های هر کدوم از قسمت ها رو من دارم. من فایل منیجر رو ببندم، برگردم به قسمت فایلز تا بقیه گزینه فایلز رو هم بررسی کنیم و پرونده بخش فایلز بسته بشه. یه گزینه دارم من با نام بکاپ. همونطور که مشاهده میکنید من میتونم بیام و از پایگاه داده خودم و همینطور وبسایت خودم یک بکاپ تهیه کنم. اگر از قسمت فول بکاپ گزینه دانلود فول وبسایت بکاپ رو کلیک کنم، میاد و یک بکاپ کامل از کل اطلاعات وبسایت من تهیه میکنه و به اون ایمیلی که من براش مشخص میکنم یک نوتیفیکیشن ارسال میکنه و قابل دریافت هستش. اگر من جنریت بکاپ رو کلیک کنم، یکی یک بکاپ کامل تهیه شد و لینکش رو از طریق ایمیل برای من ارسال می‌کنه. یا میتونم این گزینه رو انتخاب کنم تا ایمیل ارسال نکنه و جنریت بکاپ رو بزنم. همونطور که مشاهده می‌کنید بکاپ ها الان برای من تهیه شد. کافیه تا روش این کلیک کنم و اون فایل رو دانلود کنم. گو بک رو می‌زنم. حالا شما توجه داشته باشید یک بکاپ کامل از پایگاه داده خودتون و تمام فایل هاتون ایجاد کردید، چطور میتونید ریستور کنید؟ به فرض من میخوام پایگاه داده خودم رو ریستور کنم، کافیه تا از قسمت بکاپس بخش ریستور، الان من داخل این قسمت میتونم بیام یک بکاپ از پایگاه داده خودم دانلود کنم. اینو من دانلود کردم، حالا پایگاه داده من یه مشکلی داخلش پیش اومد، میتونم از همین قسمت براز دادم فایل بکاپ خودم رو انتخاب کنم
برای آپلود کلیک کنم. یه مابقی روال که میشه بکاپ، بازگشایی و جایگزینی به حالت قبل رو خود سیستم انجام میده. همینطور فیلترهایی که برای ایمیل ها دارم، فوروردرهایی که برای ایمیل ها تعریف کردم پایگاه داده و همینطور فایل های اصلی پوشه. میتونم از این قسمت همه اونها رو دریافت کنم. توی قسمت بکاپ ویزارد هم میتونم تهیه بکاپ رو به صورت یک ویزارد یا یک مسیر پشت سر هم انجام بدم. به فرض میخوام بکاپ تهیه کنم. توی قسمت بکاپ روی گزینه بکاپ کلیک میکنم. توی این قسمت میگم فول بکاپ باشه، یعنی یک بکاپ از کل اطلاعات تهیه کنه، یا نه یک بکاپ از پایگاه داده یا پوشه هام، یه فول بکاپ برای من تهیه کن. داخل این قسمت دوباره برمیگردم به همون صفحه بکاپ گیری و روی جنریت بکاپ کلیک میکنم و اون بکاپ رو برای من ایجاد میکنم همونطور که مشاهده میکنید. حالا اگه بخوام ریستور کنم به چه صورت خواهد بود؟ یعنی بیام بکاپ ویزارد رو انتخاب کنم، این دفعه روی ریستور کلیک کنم، فایل مورد نظرم برای ریستور رو اینجا مشخص میکنم، میگم هام دایرکتوری رو میخوام ریستور کنم. داخل این قسمت فایل فشرده رو انتخاب میکنم و بهش مشخص میکنم و روی گزینه آپلود کلیک میکنم. خودش دیگه بقیه کار جایگزینی و ریستور کردن رو برای من انجام میده. با استفاده از گزینه دیسک اسپیس یوزج من میتونم میزان مصرف اطلاعات از دیسکم رو ببینم و ببینم که به چه صورت داره اطلاعات استفاده میشه. من فرض میره فایل هایی که داخل مسیر اصلی هم هام دایرکتوری هم 24 مگابایت هم. فایل های داخل پوشه پابلیک اچتیمل رو مشاهده کنم. فایل های قسمت های مختلف رو میتونم همینجا مشاهده کنم و با کلیک کردن روشون جزئیات دقیق‌تری رو داشته باشم. همونطور که مشاهده میکنید الان فایل های این قسمت به این صورت هستش. من هام دایرکتوری رو باز کنم. بکاپ هایی که تهیه کردم رو میتونم اینجا مشاهده کنم. اینها رو انتخاب و دیلیت رو میزنم که فضای اضافی رو از من اشغال نکنن و مجدد به همین قسمت برمیگردم. یا به فرض مثال زد پوشه تمپ هم از 3 مگابایت فایل هستش. اینها رو انتخاب و میتونم دیلیت رو بزنم. با استفاده از گزینه وب دیسک میتونم یک دیسک تحت وب ایجاد کنم. به چه صورت؟ بیام و یک حساب کاربری تعریف کنم براش، یعنی یک اکانت دیگه که کاربرا با استفاده از اون اکانت بتونن بیان به یه مسیر مشخصی دسترسی داشته باشن و بتونن اطلاعات و فایل‌های خودشون رو قرار بدن. شاید شما بخواید توی هاستتون یه پوشه رو برای یه کاربر ایجاد کنید. به فرض مثال من بیام داخل فایل منیجر، داخل به فرض پوشه پابلیک اچ‌تی‌ام‌ال یه پوشه درست کنم تست، کریت نیو فولدر رو بزنم، این مسیر رو کپی و داخل این قسمت قرار میده. حساب کاربری رو تست میذارم که تست اد ساین اون نام من میشه، نام دامینم. اینجا پسورد رو براش مشخص میکنم. بعد من این رو جایی قرار بدم. این رو داشته باشیم فعلا. و میگم رید و رایت باشه، یعنی بتونه هم بخونه هم بنویسه و روی گزینه کریت کلیک میکنم. الان این اینجا ایجاد میشه و روی گزینه اکسس وب دیسک اگه کلیک کنم مجوز تغییرات داخل اون مسیر بهش داده میشه. روی گوبر کلیک میکنم تا برگرده به همون مسیر قبلی. داخل قسمت FTP اکانت حسابهای کاربری FTP رو میتونم ایجاد کنم و بگم که این FTP اکانت ها به چه صورت باشه. یه اکانتی رو ایجاد کنم و مثل همون حالت وب دیسک هستش، فقط تفاوتش این هستش این برای FTP. یعنی من بیام بگم تست میشه این مسیر. رمز عبور رو بیام خودش یه چیزی تولید کنه و الان پسورد رو ایجاد کرد، میگم نامحدود باشه یا اگه بخواید محدودیت ایجاد کنید میگید فقط تا 10 مگ بتونه این کار رو انجام بده یا 2 مگ. یه محدودیت براش بذارید یا بذارید آن لیمیتد.
روی گزینه Create FTP Account کلیک میکنم، آن رمز رو اینجا میذارم. الان میگه همچین چیزی رو ایجاد کرد با استفاده از عناصر فایلزیلا.